پاینده ایران ما هفته پیش برنامه ساختیم که همسر یکی از این مرده های مدافع حرم به نام بابلخانی با مادر اون مرده ما به اینا نمیگیم شهید به اینا میگیم مرده تلف نفله یکی از این بگیم نفله بهتره چون کسی که ما شهید میدونیم برای ایران رفته باشه کسی که برای هجاب رفته اینا ما نفله میدونیم نفله بابلخانی مادرش و همسرش در حقیقت مزاحم یه خانم و آقایی شدن اینا که شما حجاب ندارید و درگیری شد و, و متاسفانه اون دختر و همسرشون رو بازداشت کرد این حکومت تروریستی حالا شروع شد یک موجی از مظلوم نمایی برای نفله همسر ایشون و نفله مادر ایشون مادر این نفله اومدن یه کلیپ های خیلی مظلوم نمایی درست کردن و یه فضایی رو ایجاد کردن این کانال های مذهبی و حتی صدا سیما رفتن از این خانم در حقیقت بابلخانی و مادرش یک فضای واقعا مظلومیت خواستن رو اصلا تیتر رو شما نگاه کنید حمله مدعیان آزادی به خانواده نفله مدافع حرم به خانواده نه همونطوری که من در یه مقطعی شما در جنگ سوریه شما مدافعان حرم رو بردم بالا همونجوری با خاک یک سر نتون میکنم و ایسه و ببینید تیتر وقاحت جر شیعه هست و وقاحتش یادتون باشه شیعه هست و وقاحتش شیعه هست و پرروگریش این رفته مزاحم اون دختر شده بعد اینا میگن حمله مدعیان آزادی به این همسر و خانواده نفله مدافع خرم این صد از وقاحتیه که این جماعت دارن و وقاحت اینا رو بقیه اپوزیسیون شعورشون رو ندارن من دارم میبینم چون تو گفتمان های اینن که وسط بازی اینا ما شما رو میشناسیم ما متناسب با واقعیت موجود شما بچه مذهبی ورود کردیم به میدان و میکنیم خدا شده. ما حریف شما ماییم و حالا میبینید دیدید چیکار تو همین نه ماه هم متوجه شدید بر همین داری فوتبال بلبلی میزنی گوش کنیم چی میگه این خانم بسم الله الرحمن الرحیم زم... بنده به خاطر فضولی رفتم و کتک خوردم رفتم فضولی کردم مثل مگس رفتم تو ما مردم یه مقدار گوهشون رو خوردم و حسابی عدبم کردن که دیگه کمتر گوه بخورم زینب پناهی هستم همسر شهید مدافع حرم خانم زینب پناهی قربونت برم شما به درد جهاد نکاح میخوری عزیزم این همسرت هم نفله شده فرده پشم ملت ایران شده همین رضا من در حال صحبت بودم توف تو قبر همسرت کسی که مزاحم مردم ما میشه توف تو قبر ما الان همسرت نمیرفت داعش میومد دیگه فرقی نمیشه شما با داعش فرقی ندارید که گفتم که حالا چرا اینجا پارک کردین اینا گفتم دخترم عزیزم چیزه اینجوری زشته اومدی بیرون کاشکی یه رو سری سرت میکرد به تو چه؟ تو گوه خوردی به دختر مردم برگشتی گفتی که چرا اینجوری اومدی بیرون تو غلط کردی اینو گفتی تو جامعه رو داری عصبی میکنی از اون پشت سر یهو دیدم در... اینکه شما همسر یک مدافع حرم یا هر کسی باشید به شما مجوز نمیده فضولی کنی تو ایران مملکتو که نخریدی تو غلط کردی اصلا با چادر میای تو خیابون جامعه باید بره به سمت چادر کشی مردم باید به این زنک به چشم تنفر نگاه کنند پسرش هم که تروریست بوده دوان دوان دو مده گفت به تو چی به تو چی چه ربطی داره به تو چی گفتم خانم چیزی که نگفتم گفتم اگه میشه یه رو سری سرش تو خب غلط کردی گفتی ببین چه جالب توی صدا سیما اینا مظلوم نمایی اصلا نمیپرسه آقا تو غلط کردی تو رفتی طرف اون ب... گفتی چه رو سرت سرت گفته به تو چه بعد چه ربطی داره به تو چه عجب وقیهی یه کنترل بهت بدم حتی دوست من میدونم شما دیلو دوست داری دوست داری دیلو برات بفرستم به نیت چارده تن معصوم آقا 14 تا دیلو برات میفرستم خانم دست از سر مردم وردار شون یه دیدم روز دارم میان طرف <تصفح> مادرم و اینا من گفتم بذار فیلم بگیرم از پلاک ماشین یه حد دیدم که دخترشون این خواهر اون نفله مدافع حرمه و طرف من من اصلا متوجه نشدم که چه اتفاق افتاد فقط دیگه فهمیدم نشسته بودم روی زمین با یه دستم روز سریم و چادرم رو گرفته بودم که از سرم در با یه دستم تلفنم رو گرفته بودم مادرم دیگه خیلی ناراحت شده بودن داشتن گفتن که نالا دختر من همسر شهیده و خود شهید انشالله جوابتون رو بده امشب من که بلند شدم دیدم آقای میباهی تازه دارن میگن که به شما هیچ ربطی نداشت شما خالت خالت no. چرا دخالت کردین؟ آفرین مردم خوب حالت گرفتن مردم نو. چرا فیلم گرفتین و این چیزا من بلند شدم رو بهشون گفتم که من توی 22 سالگی همسرش شهید نشدم آه این همسرشه همسر اون نفلس پسرم و بعد شهادت پدرش به دنیا نیوردم که وایسید روبروی من اینجوری بگید میگه من تو 22 سالگی همسر نفله مدافع حرم نشدم که پسرم بی پدر بشه که الان تو خیابون به مردم گیر میدم شما تو روم وایسید بگی چرا تو گیر دادی به مردم آها آ آ آ, آ. اوکی یعنی مجوز بهشون میده چون همسرشون نفله شده تو سوریه واسه مردم ما گردن کشی کنه آها بغزم میکنه موزیک غمگین میذارن شیه هست و وقاحتش واقعا این شیه خیلی وقیهه ایانم میاد که امام رحمت الله علیه امام خمینی تو سخنانشون فرمودن که ای مسئولین شما جمهوری اسلامی را ایجاد کردید درسته ولی قوانینش کو احکامش کو مسئولین محترم باید از آمرین به معروف که تو جامعه هستن باید حمایت بکنن ببینید خوبه دارید این حرف رو میزنید ببینید البته شما میتونستید اگر در برابر مردم نیستید شما خانواده شهدا میتونستید رو تخم چشم همه من خودم خیلی بهتون احترام میذاشتم ولی شما جله مردم وایسادید بر همین احترامتون از بین رفته و خورد میشید خیلی خوبه این حرف رو میزنید چون شما مثل آهن ربات دارید تنفر ملت رو به خودتون جذب میکنید برای همین ما برجستتون میکنیم نظریاتتون رو داریم جله مردم میزنیم تا مردم بدونن که چرا ما داریم از گفتمان خشونت یعنی این صحبت های شما مشروعیت بخشی به گفتمان خشونته خشونتیه که بر علیهتون شکل بگیره نباید تنشون به لرزه که بگن حالا من میام یه می امر به معروف بکنم باید زیر دست و پا له بشه به خودم مثلا یه آدمی حالا من که در من واقعا صادقانه اومدم ولی شما بگو مثلا من برای یه دولتی کار میکردم دولت دنبال اینم که دنبال خوشونتم دیگه الان بعد مثلا من بعد اینو مشروع کنم دیگه من بعد برم استخدام کنم افراد مذهبی که بیا این حرفا رو بزنن که بعد اینا رو نشون بدم که مردم اینا ببینید چیا میگن که مردم رو متنفر کنم برم سمت خوشونت اصلا کار ما رو راحت کردن <تصفح> خودشون علنی دارن میان نظریاتشون رو میگن این شما حتی اگه فکر کنید امیدانا عامل آمریکاست عامل اسرائیل این الان خانم در راستای اهداف من اسرائیل داره کار میکنه یا چی نمیفهمن واقعا بیشعورن شما با هر کدوم از این کلیپایی که دارید میسازید سطح تنفر مردم رو دارید پمپاژ میکنید دلیل خودتون هی hey, دارید پمپاژ می تولنبه رو دارید میزنید تولنبه پمپاژ تنفر برای همین زنان چادری لحظه به لحظه با همین کلیپ ها کمک میکنه به ما که مردم به شما تنفرشون افزایش پیدا کنه رک بخشی از کسانی که من میشناختم تو فامیلمون اعتقاد به هجاب هنوز دارن از ترسشون دیگه چادر نمیذارن <laughs> دمتون گرم شما لبه دوم چاقوی هستید که با مایید ما هر دو تا لبه یه چاقوی آره عزیزم مسئولین تقاضا دارم که از آمرین به معروف شما حمایت بکنید منم تقاضا دارم از آمرین به معروف حمایت کنید زودتر امضا بکنید سقوط خودتونو بالاخره یه سال دو سال از عاملین معروف حمایت میکنی مردم و دهنشون سرویس میکنی ولی مردم این دفعه دیگه تو خیابون بیان دیگه اون سطح تنفره خب دیگه جدی تر میشه چرا مکان عمومی مکان که میتونه خود دولت حد این دف... کیه؟ تا کجای شهیدی؟ بل... قدمی بردارید جلوشونو بگیره آه این مادر اون, اون مادر چیز بوده مادر اون زنه اه... نفله مدافع حرم بوده این, ما... این خود مادر چیزه مادر خود نفله مدافع حرم بابل خانیه ما میبینیم برگ زدن نمیدونم هزاب ببخشی گفتم شمشی قیچی پوزش میخوام دو, ل... دو, تا لبه قیچی هستیم شهرمنده الزامی است ولی هیچ کنه کار انجام نمیشه خیلی راحت کنار کشیدن نمیدونم حالا به خاطر اون حفظ کرسی سندلیشون است که میخوان برای رای گیری های بعد آیه به قول معروف خودشون را جا پاشون محکم کنن صحبتی نمیکنن خیلی مهمه اینجا یه با دیگه گوش کن این مادر نفل چی میگه یه با دیگه بگو اینجا رو خیلی راحت کنار کشیدن حالا به خاطر اون که میخوان برای بعد ارو چه اعترافاتی میکنن میگه که مسئولی نمیان کمک کنن به آمران نمیدونم چرا کمک نمیکنن شاید به خاطر حفظ کرسی صندلیشون تو مجلس یا جایی که نشستن برای انتخابات های بعدی خانم مادر نفل مدافع نفل مدافع حرم بابل خانی اگه توده مردم مذهبی بودن به مانند شما چادری بودن اون مسئول قاعدتا به خاطر گرفتن رأی بعد خودش رو دل شما ها عزیز میکرد دیگه درسته؟ پس اگر اون مسئول الان میخواد مثلا بگه حجاب مثلا چیز نیست اهمیت نده میخواد مثلا رأی بیاره رأی از کسانی میخواد بیاره که بالاخره اکثریت جامعه این به همین سادگی شما میفهمی اکثریت جامعه ضد جریان مذهبیه چون اینام دارن هی دارن این اعتراف بارها انجام داره میشه که آقا مسئولین جمهوری اسلامی به خاطر گرفتن رأی بی خیال حجاب شدن این یعنی تعیید این اینکه جریان مذهبی و اسلام اقلیت و اکثریت مردم بی حجابن یعنی این اعتراف بزرگه در حالی که اینا تو چیزایی که دیگه که جای دیگه که صحبت میکنن میگن مردم ایران همه عاشق حجابن بی های اقلیت درصدی هن. خب اگر بی هجاب های اقلیت دو سه چرا اون مسئول جمهوری اسلامی به خاطر رأی و نگران رأی این دو سه درصد باشه میگه گروه بابا این دو سه درصد عشق از چادر حضرت زینب دم از چادر حضرت زینب میزنه دیگه نه اینکه بیاد بگه که آقا ما بیایم رو کار گشته ارشاد و اینا رو جمع میکنیم فشار رو روی هجاب کم میکنیم چون میدونه اکثریت بی اکثریت مردم بی پس میخواد دل مردم رو به دست بیاره اینجا شما دارید میگید که یه اقلیتی یه اعتراف بزرگیه که بارهای اینا دارن انجام میدن بیشتر از این ادامه ندیم دمتون گرم و همین حد کافیه چون ادامه بیشترش هم من مجبورم به این افراد چندش مگس این کلاق ها بیشتر توهین کنم و تو شخصیت هم, هم نیست دیگه بیشتر از اینم میخوام حسابی از از خجالتشون در و ادبشون کنم این اعتراف بزرگیه یعنی تا دیروز اینا میگفتن آقا بی حجابا 2 3 درصدن ولی الان دم به ساعت اینو دارن میگن مسئولین جمهوری اسلامی چون برای انتخابات نیاز به رأی دارن کوتاه اومدن سر حجاب خیلی اعتراف بزرگیه دمتون گرم که خودتون هم اعتراف میکنید که یعنی چون یه زمانه میگن شما آمار دارید زنای بی حجاب مثلا بیشترن بله آمار داریم تو همین صحبت گوش کنید این ای ای یکی بگه اوکی همه تون دارید الان این روزا شما آمران به معروف شما بهتر از همه وضعیت جامعه رو میدونید همه تون دارید این رو میگید گوش کن چیدن نمیدنم حالا به خاطر اون حفظ کرسی سندلیشون است که میخوان برای رای گیری بعد یا به قول معروف خودشون جا پاشون رو محکم کنن صحبتی نمی کنن جریمه که گفته شده این جریمه واقعا در حد این نیستش که بخوان کسی که کشف جاب میکنه تو جامعه به این راحتی میگرده اینجا حاضرن پایین بعد هجابیشون حتی جریمه هم بدن میگه مردم حاضرن این جریمه خیلی ت... کمه مردم حاضرن به خاطر بد حجابیشون جریمه هم بدن بسیاری میگه آقای جامعه دیگه به صورت عقیرتی جلو وایساده حاضر به خاطر بی حجابیش هم بیاد و هزینه و جریمه بده ببین خیلی حرفا جامعه که حجاب قبول نداره خب بحث بهش و قبول نداره دیگه شما به خاطر بهشت و جهنم هم دیگه یواش حاضر نیستین هزینه بدید دلیل ماها به خاطر اینکه مثل کرامت انسانیمون حفظ بشه و در جامعه بتونیم مثل آدم را بریم حاضریم هزینه بریم برای همین جنبش زن زندگی آزادی به مراتب کشته شدگان زن زندگی آزادی یک تار موشون به کل شهدای اینا میارزه چون شهدای اینا اول و آخر اعتقاد به اسلامی داره که اون دنیایی وجود داره ولی جنبش زن زندگی آزادی به یه همچین چیزی اعتقاد نداره به حال خیلی اعترافات سنگینی میکنه این خانوم و اینکه نظام جمهوری اسلامی چقدر کثیفه که دوباره داره خانواده این نفله های مدافع حرم یا حالا اصطلاحا شهدا رو گوشت دم توپ میکنه گوشت قربونی میکنه خانواده شهدا اونایی که البته اعتقاد به حجاب اجباری داری گروه باباتون ولی کلا بدونین حتی اونایی که گروه باباشون جمهوری اسلامی داره شماها رو گوشت دم توپ میکنه اولین موج تنفر علیه شما خانواده شهداست خیلی حواستون رو جمع کنید قرونتون برم و یادتون باشه احترامی هم دیگه شما خانواده شهدا برای ما ندارید ما تا دیروز احتراماتون رو حفظ کردیم از الان به بعد با این کلیپایی هم که خودتون دارید وارد بازی حکومت دارید میشید یادتون باشه احترامی هم دیگه ما شوهر داریم تو این زمینه رفته و احترام شوهر کرده گفتمان این که آقا مسالمت آمیزن باشه شوهر کرده حواستون باشه چیزایی که داره به صورت جدی دیگه وارد میدان میشه تنفر به شما و خشونت علیه شماست نذارید گوشت دم توپ ناکارآمدی های جمهوری اسلامی باشید بکشید کنار آینده ایران همتون به اهرمزه ایران میسپرم بدرود